سرخط خبرها. ادامه تنش‌ها و جنجال‌ها میان نمایندگان ولوسی جرگه بر سر کرسی ریاست این مجلس. بررسی دوسیه‌های مرتبط به انتخابات از سوی لوی سارنفالی و ارسال آنها به استر محکمه. کشته شدن 19 تن از مخالفان مسلح دولت در نتیجه عملیات نیروهای امنیت ملی در ولایت هلمند. و پیروزی حزب محافظه‌کار استرالیا در انتخابات سراسری این کشور. تقدیم سلام و وقتتان بخیر. با بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز یک شنبه 29 ثور سال 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 19 مایه می سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. کار کمیته 15 نفری که برای حل تنش‌های ولوسی جرگه تشکیل گردیده بود بی نتیجه پایان یافت. این کمیته پس از آن تشکیل شد که شماره از نمایندگان ولوسی جرگه از نشستن میر رحمان رحمانی نماینده مردم پروان که روز گذشته برنده انتخابات ریاست ولوسی جرگه اعلام شده بود بر کرسی ریاست جلوگیری کردند. قرار بود این کمیته که متشکل از 5 نماینده از طرف میر رحمان رحمانی، 5 نماینده از طرف کمال ناصر اصولی و 5 تن دیگر از نمایندگان بی‌طرف در مورد تنش بمیان آمده راه حل پیدا کند. در همین حال شماره از اعضای این مجلس موجودیت فساد و معاملات پولی را از دلایل عمده تداوم تنش‌ها دانسته می‌افزایند که با ادامه این روند تنش‌ها بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. کرسیه که امروز جنجال‌های زیادی بر سر تصاحب آن در ولوسی جرگه رخ داد. پس از آن که در پنجشنبه هفته گذشته وکلای ولوسی جرگه بر سر تعیین رئیس این مجلس به تفاهم نرسیدند، انتخابات برای گزینش رئیس این مجلس امروز نیز ادامه یافت. انتخاباتی که بدون حاشیه نبود. صحبت‌ها و شایعات از معاملات کلان پولی میان وکلا و حتی تنش حین رأی‌گیری از موضوعاتی بود که فضای امروز ولوسی جرگه را متشنج ساخته بود. وضعیت داخل پارلمان نظامی هست و برای اجازه داده نمیشه که مجلس شروع شود و ما منتظر هستیم که هر چیزی تر مشکل با گفتگو و مفاهمه حل بشه. در این ترتیب آرای 50.1% وکلا 124 رای بود و نامزد برنده باید 124 رای را کسب می نمود. در پایان رای گیری اما میر رحمان رحمانی موفق به کسب 123 رای و کمال ناصر اصولی 15 نفر از طریق شورا تعیین شده مطابق به اصول وظایف داخلی و قانون اساسی تصمیم خود آنها بگیرند. رای برای رسیدن به کرسی ولوسی جرگه کم داشت. اما پس از ختم روند شمارش آرا، زمانی که قرار بود رأی صندوق ها حساب گردد، وجود یک کاغذ سفید در داخل صندوق و مفقود بودن دو رأی باعث با وجود آمدن تنش ها میان وکلای ولوسی جرگه گردید. در این زمان نشرات زنده از داخل مجلس برای حدود یک ساعت متوقف گردید که با آغاز دوباره نشرات فکر میکنم چیزی که برای وکلا قبل از دوری گذشته این بار مهمتر و بهتر است مسئله دلار است که متاسفانه تصمیم میگیرد. دوره هفدهم مجلس نمایندگان اعلام کرد. این جلسه اما در اینجا خاتمه نیافت. پس از تکیه زدن تا
تمامی دوسیه های مرتبط به انتخابات و شمول دوسیه های رؤسا و کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی بررسی و به استر محکمه فرستاده شدند. سخنگوی لوی سارانبالی با بیان این مطلب میگوید که در پیوند به قضایا و جرم انتخاباتی 495 تن مظنون متهم و محکوم شناخته شدند. با گفته او مهمترین اتهامات وارد شده شامل تقلب و کمکاری و زیاد کردن آرامی باشد که برخی افراد عادی، کارمندان دولت، نامزد وکلا و ناظرین وکلا متهم و انجام آنها می باشند. لوی سارانوالی کشور اعلام کرد که به تمام قضایا و جرایم انتخاباتی مربوط به انتخابات پارلمانی رسیدگی کرده است. سخنگوی لوی سارانوالی می گوید که از آغاز روند انتخابات پارلمانی 1397 تا اکنون 191 قضیه انتخاباتی و جرایم انتخاباتی به ادارات مربوطه به لوی سارانوالی در مرکز و ولایات مواصلت کرده بود و همه این قضایا مورد رسیدگی قرار گرفته است. به گفته او در پیوند به قضایا و جرایم انتخاباتی 495 تن مظنون متهم و محکوم شناخته شده اند و تحقیقات سارانوالی در خصوص آنان تکمیل و دوسیه هایشان به محکمه فرستاده شده است. از مجموع 191 قضیه که قبلا خدمتتان عرض کردم، 35 قضیه ازی در مرکز یا در کابل به شمول قضیه کمیشنرهای پیشین کمیسیون انتخاباتی مورد رسیدگی قرار گرفته و 156 قضیه یا متباقی ازی مربوط به 24 ولایت کشور میشه که در اونجا این جرایم یا این قضایه اتفاق افتاده و به سارانوالی های ما ارسال شده و از جانب سارانوالی ها هم رسیدگی شده. سخنگوی لوی سارانوالی میگوید که 64 تن از این افراد مربوط به ولایت کابل و 431 تن باقی مانده مربوط به ولایات هستند. مهمترین اتهامات وارد شده شامل تقلب و کم کردن و زیاد کردن آرا می باشد که برخی افراد عادی، کارمندان دولت، نامزد وکلا و ناظرین وکلا متهم به انجام آن می باشند. او همچنان افزود که به دوسیه های 12 تن از کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی به شمول رؤسای آن کمیسیون ها که متهم به سوء استفاده از وظایفشان می باشند تکمیل و به محکمه فرستاده شده است. در کنار 191 قضیه ای که به سارانوالی افغانستان مواصلت ورزیده و رسیدگی شده، 72 شکایت که به گونه انفرادی و دستجمعی همچنان از طرف معترضین، کسایی که شکایت داشتن، وکلایی که نامزد، وکلایی که معترض بودن، اونا به سارانوالی افغانستان درج کردن، از 28 ولایت افغانستان بود. این هم تمامش شکایات از جانب سارانوالی مورد بررسی قرار گرفت. این اظهارات در حال صورت میگیرد که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 1397 انتقادات گسترده ای را در پی داشت. کاندیدان معترض با راه اندازی تظاهرات در کابل و ولایت کشور خواهان عدالت شدند و اسناد و مدارک کافی در تقلب صورت گرفته در انتخابات را نیز به نهادهای مختلف ارائه کردند، اما این شکایت و انتقادها تا کنون نتیجه ملموسی را در پی نداشته است. لوی درستیزه اردوی پاکستان میگوید اسلام آباد با نقش خود برای نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان و امنیت پایدار در منطقه ادامه میدهد. جنرال قمر جاوید بجوت در بازدید از نقاط مختلف مرزی مشترک پاکستان با افغانستان گفت که نظامیان پاکستانی در هر شرایط برای مبارزه با تروریسم آماده هستند و امنیت مرز مشترک را تامین خواهند کرد. بجوا افزود که با سرکشی مرز افغانستان و افزایش پوسته های مرزی نفوذ توریست ها در نقاط حساس کاهش یافته است. او تاکید کرد که پاکستان با افزایش نیروهای نظامی سعی دارد امنیت مرز مشترک با افغانستان را به بهترین شکل مدیریت کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که ماه گذشته میلادی 3 سرباز پاکستانی بر اثر حمله مهاجمان مسلح بر پوسته های این سربازان در مرز مشترک با افغانستان کشته شد.
در نتیجه عملیات هدفمند منصوبین امنیت ملی 19 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت هلمند کشته شدند. بر اساس خبرنامه منتشر شده از سوی ریاست عمومی امنیت ملی، نیروهای قطعات خاص این ریاست در همکاری با نیروهای حمایت قاطع عملیات هدفمند را بالای قرارگاه های باریگل مربوط شبکه مولوی اسد، مسئول ساخت و ساز ماین های خودساز و موتربم در ولسوالی گرشک هلمند را اندازی کرده است. در خبرنامه آمده است که در نتیجه این عملیات 19 تن از مخالفان مسلح کشته شده، دو با قرارگاه آنان تخریب شده و مقدار تسلیحات نظامی و دست نیروهای امنیتی کشور افتاده است. در اثر درگیری میان دو فرد غیر مسئول در ولسوالی رساق ولایت تخار 9 تن کشته شدند. سخنگوی والی تخار میگوید که این درگیری شام گذشته میان محمد و صدیق، دو فرمانده تفنگدار غیر مسئول، صورت گرفته و تا ناوقت شب گذشته ادامه داشته است. و گفته او در این درگیری محمد و 3 تن از افراد تحت امرش کشته و متباقی از افراد صدیق می باشند. سخنگوی والی تخار افزود که در این درگیری 6 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه حملات هوایی و انداخت توپچی 18 تن از افراد طالبان و شمول 3 سرگروه آنان در ولایت غزنی کشته شدند. سخنگوی والی غزنی میگوید که این حملات روز گذشته در ولسوالی های اندر و دهیک این ولایت صورت گرفته است. با گفته او در جریان این حملات 7 تن دیگر از افراد طالبان زخمی شدند. وزارت زراعت میگوید کاشت نهال‌های میوه‌های زودرس در کشور نتیجه داده و با گسترش باغ‌ها در تمامی فصول سال در مارکت‌ها میوه‌های داخلی خرید و فروش خواهد شد. وزیر زراعت که در مراسم افتتاح نمایشگاه میوه‌های زودرس سخن میگفت، افزود با افزایش باغ میوه‌های زودرس از ورود میوه‌های تازه همسایه‌ها و کشور جلوگیری می‌شود. او افزود که همکنون 130,000 جریب باغ در 34 ولایت کشور ایجاد شده و در سالهای آینده وزارت زراعت کوشش میکند که باغهای میوه‌جات زودرس بیشتر شود. نمایشگاه میوه‌های زودرس و محصولات زراعتی امروز در صحن وزارت زراعت برگزار شد. در این نمایشگاه دو نوع شفتالو، زردالو، گیلاس و همچنین برخی از سبزیجات تازه به نمایش گذاشته شده است. مسئولان وزارت زراعت میگویند میوه‌هایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند در مقایسه با میوه‌های معمولی حدود 2 ماه قبل پخته و به مارکت عرضه می شوند. به گفته آنان میوه‌های زودرس زمانی به مارکت عرضه می شود که تقاضا برای آنها در مارکت زیاد است. نمایشگاه میوه‌های زودرس شامل انواع زردالو، شفتالو، گیلاس و سبزیجات در صحن وزارت نمایش گذاشت. هدف از این بود تا ما برای هموطنان خود از طریق رسانه اطلاع بدیم که تولیدات فعلی میوه‌جاتی که فعلا در بازار عرضه شده، این تولید وطن است، وارداتی نیست. میوه‌های زودرسی است که طی 3 سال گذشته با آغاش توسط وزارت زراعت در یک تعداد از ولایت‌ها ایجاد شده. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری میگوید همین اکنون تنها در زون شرق کشور حدود 3,000 جریب زمین باغ‌های متراکم یا میوه‌های زودرس وجود دارد که نزدیک به 12,000 تن میوه از این باغ‌ها برداشت شده و 500 میلیون افغانی باغداران شرق کشور عاید به دست آورده است. وزیر زراعت تاکید کرد که تقاضا برای میوه‌های تازه در این فصل زیاد است و میزان تولید باغ‌های زودرس فعلا تنها برای خود زون شرقی کفایت نمی‌کند. صرف مشرقی زون که مو تقریبا 3000 جربه زمکه مو دغه نوا میوه که خود لیدی او دینه مو سکل تقریبا 2000 تن اندازه باندې تولید وخت.
از سوی هم مسئولان وزارت زراعت کمبود نهال‌های میوه‌های زودرس را یک مشکل عمده برای ایجاد باغ‌های بیشتر در کشور می‌دانند. انگور، شفتالو، زردالو و گیلاس از جمله میوه‌های زودرس به شمار می‌روند. کلان مشکلی که ما در این عرصه داریم و مشکلی نبودن نهال است. چون همچون یک چیز ساختمان وجود نداشت که ما میتونستیم که چون ضرورت بسیار زیاد است که ما میتونستیم به مردم امی باغات زیاد احداث میکردیم. امی بازار وطنی سست است که امی دمی دمزن کاروان رای لاجورد که بر ما جور کرده برمی مخصوص خانما چیزای وطنی است کلش. دمی جا یک ذره خوب است که امی ترشی مربا و چیزای خدا بردیم به فروش میرسن و بسیار زیاد تقاضا میکنیم از امی وطنان خود که امی چیزای وطنی را استفاده کنند. این در حال است که دهقان کشور از نبود سردخانه ها برای نگهداری میوه‌جات در کشور به شدت انتقاد می کنند. به گفته آنان اکثر محصولات زراعتی آنان به دلیل نبود سردخانه های معیاری فاسد می شوند. نبود سردخانه های معیاری در ولایت هرات سبب شده است تا مشکلات باغداران و زارعین در این ولایت افزایش پیدا کند. شماره از دهقانان میگوید که نبود سردخانه باعث شده تا نیمه از محصولات زراعتیشان از بین برود. اما مسئولان زراعت هرات میگویند که این اداره با همکاری شماره از دفاتر خارجی تلاش دارد تا سردخانه های معیاری را در این ولایت بسازند. بیش از 10 سال می شود که سنگ تهداب بزرگترین سردخانه هرات گذاشته شده، اما تا کنون این پروژه به دلایل نامعلوم تکمیل نشده است. اکثر میوه‌جات هرات با آنکه شهره جهانی دارد در وقت برداشت به دلیل نبود سردخانه در بازارهای این ولایت کیلوی 10 تا 15 افغانی به فروش می رسد. باغداران و زارعین که اینجا جمع شده اند از کمکاری حکومت نسبت به ساخت سردخانه انتقاد می کنند و تاکید دارند که نبود مکان معیاری برای فروش محصولاتشان آنان را به مشکلات زیادی مواجه کرده است. کیلو سیب از سیبای ایران می خوره کلان به 60 روپیه 70 روپیه و یک کیلو سیب ما و شما که با وقت سیب است ویترین سیب کیلو 15 روپیه 10 روپیه می شود. اگر سردخانه باشیم بیت ایرو نگاه داره که به فصل به بازار ارزشه طبعا به دیوان مفید میرسه. و جای اصلا وجود نداره در هرات. یک جای به اصطلاح چیزی در حدود یا 2 یا 3 جریب میدان باره، در صورتی که روز حداقل مثلا 500 تن بار میاره. 500 تن بار به داخل کرت ها و ظرف ها به داخل میدان بار میاره که خود همین افراد جا نمیشه چی برسه به میوه هایی که اونا دارن. دیغان هم مجبوره که بیای به تا بازار گری ورداره، فرغونی ورداره، دیگه چاره نداره. چه کار کنه دیغان؟ وقتی که 2 سال 3 سال بودجه را از مصرف کنه، زمین را آماده کنه، جا فروش نداشته باشه، زلر کنه، مجبوره که یله کنه. اگر فایده کنه یله نمیکنه. قرار بود سردخانه 5000 تنی هرات به ارزش 192 میلیون افغانی ساخته شود. با این حال فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی بر این عقیده اند که حکومت در قسمت ساخت این سردخانه شعار داده و عمل نکرده است. با باور آنان مافیا مانع ساخت این سردخانه می شوند. متاسفانه هر دفعه که ما این موضوع با مسئولین از نزدیک نشستیم صحبت کردیم فقط از ما وقت خواستن، به غیر از اینکه وعده سرخرمن بوده هیچ نوع مشکل مردم حل نکرده. و مشکل کلان دیگه ای که وجود داشته این بوده که یک بار پروژه شروع شده و به دلیل نواقص دوباره کار از متوقف شده و دوباره ادامه پیدا کرده. بودجه از 7 سال پیش بعد به هرات می اومد، اما هر سال تعلل میشه. این به این معنیه که یک رایزنی هدفمند صورت نگرفته و دور بودن هرات از مرکز باعث شده که ما نتونیم انمو بودجه خود سر وقت از دولت مرکزی بخوایم و طبعا تبنیای در قسمت ساخت از این سرخونه متاسفانه وجود داشته که شاید منفیت بعضی ها و بعضی مافیا رو هم را داشته باشه. از دید ریاست زراعت هرات ساخت این سردخانه نیاز دهقانان را برطرف کرده نمیتواند. نیاز است تا تعداد بیشتری سردخانه ساخته شود. مسئولان اداره زراعت میگویند که یک دفتر خارجی با همکاری مشاورین آلمانی و هندی روی دیزاین ساخت سردخانه های معیاری در افغانستان کار میکنند. حدوداً
بین 6 الی 7 ماه میشه که دفتر جایزه از طریق متخصصین جرمن و ایندی بالای دیزاین تکنیکی سردخانه افغانستان کار میکنن، به خصوص 5000 تن ها با بعد از اینکه دیزاین تکنیکی از اینا ختم میشه ان شاء الله شاهد از این خواهد بودیم که به مرحله تدارکات بره. اما با وجود از این بگم که یک سردخانه 5000 تنی نمیتونه تکفو کننده نیازهای ولایت مانند هرات باشه. هرات یکی از ولایت‌های زراعت پیشه در افغانستان است، اما شماری از دهقین معتقدند که عدم توجه حکومت به زراعت سبب شده است تا بیشتر کشاورزان این ولایت با مشکلات زیادی روبرو شوند. در ادامه رویدادهای داخلی حالا هم گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 30 پول، یک پاوند انگلیسی 100 افغانی و 75 پول، یک یورو 88 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 55 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 1120 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 536 افغانی. در خارج از کشور، حزب محافظه‌کار استرالیا برخلاف نظرسنجی‌های صورت گرفته به شکل معجزه آسای برنده انتخابات سراسری این کشور شد. اسکات موریسون نخست وزیر کنونی استرالیا به خبرنگاران گفت که به معجزه اعتقاد دارد و این پیروزی نتیجه حمایت استرالیایی‌های آرام از وی است. میلیون‌ها استرالیایی روز شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور و پای صندوق‌های رای رفتند. ائتلاف محافظه‌کار حاکم بر استرالیا و رهبری اسکات موریسون نخست وزیر این کشور از سال 2013 تا اکنون قدرت را در دست دارد، اما نظرسنجی‌های پیش از انتخابات حاکی از آن بود که حزب کارگر بر رهبری بیل شورتون پیشتاز این رقابت ها باشد. عربستان سعودی ضمن انتقاد شدید از حکومت ایران از سران کشورهای عرب برای بازرسی اعضای خلیج فارس دعوت کرده است. همزمان وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با ولیعهد سعودی تقویت امنیت منطقه را مورد بحث قرار دادند. روز یکشنبه آژانس خبری سعودی گزارش کرد که ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور و منظور مشورت و اما هنگی از رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچون کشورهای عضو اتحادیه عرب برای تشکیل نشست عالی سران در عربستان دعوت به عمل آورده است. خبرگزاری سعودی هدف از این نشست را بررسی تمامی مسائل مرتبط به تقویت امنیت و ثبات در منطقه خوانده است. احزاب ملی‌گرا و راست افراطی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گردهمایی در شهر میلان ایتالیا شرکت کردند. این گردهمایی تنها 8 روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا برگزار شد. هزاران تن از هواداران حزب لیکا به رهبری معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا در یکی از میدان‌های مرکز شهر میلان تجمع کردند.
کردند. 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در این گردهمایی از برنامه خود برای کاهش قدرت اتحادیه اروپا و مقابله با ورود پناهجویان سخن گفتند. همچنان صدها تن از مخالفان حزب لیگا و دیگر احزاب راست افراطی اروپا نیز در نزدیکی محل برگزاری این گردهمایی تجمع کرده بودند و شعارهای بر ضد نجات پرستی سر دادند. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تاکید کرده است که هیچ گونه تردد و شک در مورد دریافت سیستم دفاعی H-400 هوایی روسیه وجود ندارد. این در حالی است که ناتو و آمریکا و این قرارداد اعتراض کرده و واشنگتن در واکنش به آن اقدامات را پی گرفته است. رجب طیب اردوغان میگوید تردد وجود ندارد که ترکیه از قرارداد خرید سیستم دفاعی H-400 عقب نشینی کند. او همچنان تاکید کرده است که ایالات متحده همچنان به انقره اجازه دهد که در ساخت جنگنده های فوق پیشرفته F-35 حضور داشته باشند. استرالیا بیش از 12 کشتی گشتنی را به هدف تامین امنیت مرزیش به آب‌ها فرستاده است. مسئولان نیروهای دریایی استرالیا میگویند که بیش از 12 کشتی گشتنی را برای مقابله با افزایش قاچاق قایق انسان در آب‌ها فرستاده است. نیروهای دریایی استرالیا برای تامین امنیت برنامه ارسال بیش از 12 کشتی گشتنی را برای اقدام امنیتی آماده کردند. آنان تاکید کردند که تمامی این کشتی‌ها و قایق‌های گشتنی نیروهای دریایی به هدف عملیات عمده امنیت مرزی این کشور اختصاص یافته است. یک منبع آگاه گفته است که چنین حمله از زمان سیاست‌های شدید مهاجرتی پس از افزایش بحران قاچاق انسان انجام شده بود و این اقدام تهاجم توسط نیروهای دریایی پیریزی شده است. منبع افزوده است که افزایش تخصیص گشتنی مرزی پیش از انتخابات دیروز پیش بینی شده بود. به این دهای ارجمند رسیدیم و لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از این که در این بسته خبری با نگاه بودید. وقتی وقتتان خوب، خدا نگهدار.